سلام و درود احترام خدمت دوستان و عزیزان و هموطنان در سراسر کشور دنیا. یه خود درباره مسائل روز میخوام صحبت کنم. ببینید دوستان، انسان ها داره یه انرژی ثابتی هستند و اگر از انرژیشون بیش از ظرفیت استفاده کنن بعدش خسته میشن. مثال براتون میزنم، مثلا یک بازی فوتبال، یک کاری پیش میاد، یک مسئله اتفاق میفته، کمتر میخوابن، از انرژی نهفته استفاده میکنه، قطعا روز بعدش خسیر تنشون میمونه. یکی از کارهایی که این عوامل حکومتی و امثال هم دارن انجام میدن متاسفانه انرژی رو گرفتن یا تمرکز رو گرفتن یا اینکه به بیراه بردن. من قبل بار توضیح دادم، مثلا همین عکس داعش. خب ما میدونیم که این در اومده که این یک فیلم مستند میخواستن بسن، این کاری کردن. الان ببینید چقدر پخش کردین شماها، چند گیگا از اینترنت شما رفته سر همین قصه. خب نکنیم، ما یه هدف داریم، آزادی، آزادی کشورمون. آزاد که شدیم، این همه دیگه زیر مجموع حل شده است، از بین رفته است، تموم شده است. نریم تو حاشیه ها، خواهش میکنم از شما، استدعا میکنم تو حاشیه ها نریم، یه خورده فکر کنیم. تمام هدف من محمدی این هست که ما از کپی کاری، از تقلید نا بیایم بیرون، تحقق رو فکر کنیم. فرض کنیم گذاشتیم که چی بشه غیر از اینکه بخوام دیگر بترسونیم؟ هیچ اتفاقی نمیفته، فقط همینه که تمرکز من شما رو بگیرم، شیر کنیم، بره هم اینترنت مصرف بشه، هم خسته بشه، انرژیمون گرفته بشه. این اصلا هیچ پوچیست، ولش کنید. نه که خیلی چیز دیگه هست، مثلا میره اخبار 6 ماه قبل میره پخش میکنم، یه خود فکر کنیم بعد اینو منتشرش کنیم، ببین چی توش داره یا نداره. اگه نداره ولش کنید. من خواهش میکنم ازتون، وقتی هر کدومتون یک کم از این انرژی ها رو بذارید کنار، برید متمرکز بشید، تسریع میشه در آزادی و آبادی مملکتمون، کمک میشه به این قصه. پس بیایم برای وقتمون، برای انرژیمون، برای تمرکز خودمون ارزش قائل بشیم. همین. لطف کنید هرچی شیر نکنید. چون فرض شما شیر میکنید برای 100 نفر، اون 100 نفر باز باز کن نگاه کنن دیگه. ببین چقدر وقت گرفته میشه. اونا میدونن چیکار میکنن. ما هم بدونیم چیکار میخوام بکنیم. از این بعد یه خود تعمق کنیم، تعقل کنیم. بعد حالا هر کدوم متن نوشتن آقا ایکس هم در خارج کشور رفت، آقا اینا همش بازیه. اینو به شما بگم دوستان عزیز، تمام اپوزیسیون خارج از کشور، تمامش در 38-9 سال به اندازه یک نخود واسه مملکت اینا مفید نیست، کار نکرده و نخواهم کرد. اینا اصلا تو فاز دیگه هستند. اینا از این آب گلالود کردن، از این اختلافات، از اینا نونشون رو میخورند. من نمیگم نونشون رو ببریم، من نمیگم به عقایدشون بی احترامی بکنیم، اما در راستای منافع اونها حرکت نکنیم. منافع ما تو کشورمونه، اونم در آزادی و آبادی مملکتمون. همین، همین، هیچی دیگه نیست. ما یه شاهزاده رضا پهلوی داریم، خودشون هم میدونن، تمام دنیا میدونن، تنها آلترناتیوی است که برای ایران ساخته شده، ایرانی هست، 38-9 سال برای ایران داره مبارزه میکنه، چه مستقیم چه غیر مستقیم. اونا چه کار کردند؟ پس خواهشم بذارمش کنار. الان هر روزم داره اسما زیادتر میشه. بابا هر کاری بخوام بگم تو من بیا انجام بدین، بیاین دیگه. فقط بشینن نقد کنن، تجزیه میشود، شل میشود، صفر میشود. آقا اینا همش بازی، فقط داره مطرح کردن خودشونه. یکی میاد این آقای نام چیچیک 3 سال از شازه طرفداری میکنه، بعد یه دفعه میاد بخاطر خودش مطرح کنه، میگه چقدر بگیرم فوش بدم. نماینده مجلس بودن، من یه نماینده تعریف کردم آقای مهندس حسن مختاری، میگفتم تو درآمد از کجاست؟ میگم حق فوش میگیرم. چند دور نماینده مجلس تو بچه نجف بوده، میگم محمدی جان من پول میگیرم وقتی نوبت منه به فلان وزیر فوش بدم، به وزیر میگم اینقدر دارم فوش بدم، تو چقدر میدی؟ همینه کارشون، همینه. در تمام جوامع بشری هم اصلا مختص ایران نیست. و بیایم بیرا توجه نکنیم، هر کس در راه آزادی ایران، استقلال ایران، آبادی ایران متحد شدن، هم صدا شدن، هم گفت حرف زد، دنبالش برید.
هر که غیر از این گفت مزدوره، چه بخواد چه نخواد. در راه آزادی، آبادی، متحد شدن مردم تموم شد. فرمول ساده است. غیر از این هر کسی گفت برای خودش گفته، ولش کنید. اصلا اهمیت بهش ندید. الان اومدن یه همه پرسی گذاشتن یا رفراندوم گذاشتن. خوب دقت کنید. خوب دقت کنید. سه تا جنایتکار، سه تا خائن بالفطره، سه تا مزدور، سه تا اصلا حیف اسم انسانشو گذاشتند به نام مریم رجوی، سید علی خامنه‌ای و میر حسین موسوی. در کنار کی؟ اینا تمامشو بعضی طول تاریخ جنایت کردن، خیانت کردن، ظلم کردن، ستم کردن، کشور فروشی کردن، نابود کردن. در کنار کسی به نام رضا پهلوی میذارن، میخوان چیز کنن، رفراندوم کنند. مگه میشه اونا در کنار هم گذاشت؟ ببینید، میخوان تطهیر کنن، یه جورایی میخوان چیز کنن. ما بازی نمیخوریم، ملت ملت بازی نمیخوره. خیلی هم جالبه، خیلی هم گفتن آقا یعنی چی؟ گفتم آقا بازی ولش کنید. صد سال پاک نمیشن هیچ کدومشون. برید رزومهاشو نگاه کنید، جنایتشو نگاه کنید، خیانتشو نگاه کنید. پس از سید علی خامنه ای حالا رفراندوم بذاری با رضا پهلوی، آخه کی تو رو راه داده؟ کی اصلا این حق داده مگر افراد خودت باشن؟ میگفت یه نفر داشت میرفت مهمونی، میگفت آقا منم با خودت ببر. گفت آخه بگم تو کی هستی؟ گفت توفیلی هستم. یکی دیگه آمد گفت منم آقا با خودت ببر. گفت تو رو بگم. گفت من قفیلی هستم. سوم اومد گفت منم بر. گفت تو رو چی؟ گفت صاحبانه منو میشناسه. رفتن دم در، گفت آقا ایشون کی هست؟ گفت توفیلی. گفت ایشون قفیلی. گفت این پدر سوخته کیه؟ گفتم دیدی؟ گفتم منو میشناسه. این ها نیست من. اون کسایی که این طراحی میکنن، مهندسی میکنن، فقط هدفشون این هست که در دنیا مطرح کنند، در یک رقابت شازده رضا پهلوی 93-4 درصد آورده، سید علی خامنه‌ای چند درصد آورده، چند اسمشون مطرح شده دوباره برگرده، یعنی در پاک بشه. مگه میشه پاک کرد؟ مگه پاک میشه با هفت دریا؟ میشه شما پاکتون کرد؟ پس بیایم اینا رو هم شیر نکنیم، خواهش هم نکنیم. آقا رأی بدیم. رأی به کی بدیم؟ اون جنایتکار او باید تقاص پس حساب پس بده، او باید محاکمه بشه، باید در دادگاه های عدالت کجا و کجا و لاهه و فلان و فلان و جنایتکار جنگی در همه رقم جنایتکار هستن. وقت بیایم این رو در این انتخابات در رفراندوم بذاریم، آخه ببخشید به شعور ملت تو این کردنه. ما بازی رو نخوریم، اصلا توجه نکنیم مثلا. اصلا نمیشه، نمیشه. یکی از اتفاقات خوبی تو کشور افتاده دوستان، دیگه مردم صحن امام و این حرفا رو نمیدن. حتی یه زمانی هم که میدادن، اکثر اینا که پول کلان میدادن راندخار بودند، میرفتن از آقای ایکس آیفران آیتولا نامه میگرفتن، مثلا قرض الحسن وارد کردن فلان شکر، وارد کردن مثلا آهن، وارد کردن فلان چی، بعد میومدن یه مبلغ کلانی برای صحن امام میدادن. در دو سال اخیر شدیدن افت کرده، به جای رسیده که 7-8% درآمد سابق رو ندارن. که رئیس حوزه علمی قم نامه نوشته به آقای روحانی که آقا 1000 میلیارد تومان هزینه، 1000 میلیارد تومان خوب دقت کنید، هزینه حوزه ها رو بدین. ایشون گفته از مراجع بگیرین. گفته کدوم مرجع من درآمد دارم حوزه میخوام بگیرین؟ 1000 میلیارد تومان برای چی دارید میدید؟ چی کار میکنن طلباتی مملکت؟ بابا چی کار میکنن غیر از مفخوری و پدرسوخت بازی و شیادی؟ چی کار میکنن؟ 1000 میلیارد تومان چی کار باشه با میکنن؟ چی کرد؟ چی اشتغال رو ایجاد کرد؟ درود بر مردم ایران که دیگه اون پولا رو نمیدن. از تو رانت هم قطع شده و آقای روحانی هم 1000 میلیارد تومان فیلن دستور رو به حوزه ها بتن، ولی دیگه به اونجا هم نمیرسه. 1000 میلیارد تومان فقط آقای طلبه ها تو حوزه هاشو میشنن صبح تا شب سرش تکون بدن و ضرب ضرب بکنن. این اینپوتتونه، اوتپوتتون چیه؟ در اقتصاد ما اینپوت داریم، اوتپوت داریم. اوتپوت شما چیه؟ شرم کنید، خجالت بشید، بمیرید.
برید بمیرید، پول مفت ملت اسرائیل نکنید. جواب داره، تقاص داره، روزگارتون سیاه میکنند. نطفه‌های حروم تشکیل میشه که شده. شما طلبه ها نگیرید، برید همت کنید، کار کنید، از بازی خودتون بخورید. نه صدقه سری این اون رو دزدی کردن از ملت و به شما دادن. این نون دزدیه، نون حرامه. نون رو کسی میره گورخواب میشه، نون رو کسی میره کلیه میفروشه، نون رو کسی میره تن فروشی میکنه، قرنیه چشم میفروشه. تو شرفتون نکنید، شما شرم کنید، از حوزه ها بیاییم بیرون. تو حوزه ها رو که ریشه شو میزنن قبل از اتفاقات شما برگردید. نکنید. رفته آقای شاهرودی با آقای محسن رضایی پیش آیت الله سیستانی که برم پیشش، چون میدونی که الان بالغ بر 90 درصد شیعه دنیا، شیعه معتقد، این چیزاشون رو چی بهش میگن، این سهم امام و امثال هم رو یا خمس و زکات مالشون به حساب سیستانی میزن در تو دنیا، مبلغ سنگینی هم میشه. میخواستن برن پیش ایشون که خود پول ازشون بگیرن برای قضایی ها، آقای سیستانی راهشون نداد. بعد گفتن آقا یه خواهش داریم، نصف این 80 شعبی رو شما بودجه رو بدین. پیغام فرستادن، گفت یک دورش هم ما نمیدیم، ما پول نمیگیریم که بدیم کشت و کشتار بشه، ما پول بگیریم به سه افراد ندار، بیچاره، فقیر، بی خانمان، گرسنه، احیا کن، زنده کن، نکه بدیم بکشم. نمیدیم. و دست خالی برگشتند، دست گدهی به طرف دارانی راست میکنید. توف تو شده. خب یک خبر دیگه هم توی دنیای مجازی پیچیده که آقای شاهزاده رضا پهلوی برای 24 یا 25 شهریور یه مصاحبه دارن مستقیم در تلگرام با مردم. تا جایی که بنده خبر دارم همچین مصاحبه‌ای تو شهریور هیچ مصاحبه‌ای واسه نیستش. اگرم برنامه باشه که هست تو مهر ماه خواهد بود. دوست ندارم پخش نکنید. آقای پخش نکنید، خودتون میدونید صاحب اختیار هستید. ولی شاهزاده خودش توی تلگرامش جای اعلام خواهد کرد یا منابع موثق خواهند گفت. این کارا رو حتی امکان نکنید. بعد جوان ها امیدوار میشن این مسابقه 8 شهریور که به من گفتم والا مساج یک میدونم نیست، ولی باز گذاشتن فلان کردن، گفت آقا ما میدونیم. بعد دیگه من خلاصه پرسی کردم، دیدم که نیست. ولی در شهریورشون مسابقه ندارن، کار سنگین تری دارن انجام میدن، شهیدان دارن کار میکنن. بعد میگن چه کار میکنن خودشون توضیح میدن و مصاحبه وجود نداره. خب دوستان دیگه خودتون میبینید جامعه رو، رشد جمعیت، سقوط حکومت روز به روز داره بیشتر میشه. زر تموم شده، پول ندارن، به دریوزگی افتادند و روز به روز به پایین میرن. با باز شدن مدارس و دانشگاه ها سیر اعتصابات و اعتراضات رشد میکنه. در خدمت شما هستم تا کلیپ بعد. پیروزی هم خیلی نزدیکه. خدا نگهدارتون.